گاه در شهری زندگی می کنیم که زندگی با شلوغی هایش همه جا دنبالمان است. حس می کنیم که چیزی را گم کرده ایم. ذهن های آشفته از روزمرگی ها غرق در نور چراغ های شهر می شوند. چشمانداز های من محدود می شوند. محدودیتی به اندازه شهر. دوست دارید فراتر بروید و عمیق تر بنگرید؟ نمی توانیم همیشه کار کنیم. باید نفسی تازه کرد. هر کسی دوست دارد در زندگی چیز جدیدی پیدا کند. چیزی خاص و فراموش نشدنی. و اینجاست که می فهمید دور از این شهرهای شلوغ چه چیزهایی برای کشف کردن وجود دارند. برای کشف زیبایی‌های ناشناخته ارمنستان سفرمان را شروع می‌کنیم. این سفر ما را به دورترین و خشن‌ترین نقاط این کشور می‌برد. موفق بودن در زندگی همیشگی نیست، اما در دنیا چیزی وجود دارد که همیشگی است. کوه‌ها. قله‌های سفید و زیبا در برابر آسمانی عمیق و آبی. به نظرتان این قله‌ها نماد رؤیاهای بشر که صدایشان روح بیقرار را آشفته می‌کند نیستند؟ آیا همه ما به رؤیای خود می‌رسیم؟ طبیعت نوردان چه کسانی هستند؟ چرا ترجیح می‌دهند به جای یک زندگی ثابت و برنامه ریزی شده در شهرهای سرسبز و مدرن در چادری میان کوه‌های خشن و ترسناک زندگی کنند؟ چرا زندگیشان را به خطر می‌اندازند و با کوه‌ها و ترس‌هایشان روبرو می‌شوند؟ هر کسی نمی‌تواند این مسئله را درک کند. وقتی در کوه هستید، هر چیز دیگری را فراموش می‌کنید. هدفتان مشخص است. ذهنتان از دغدغه‌های معمول روزمره خالی است. قدرت را در وجودتان حس می‌کنید. کسی که در کوه‌ها بوده این مسئله را می‌فهمد. کوه‌ها همیشه سر جایشان هستند. این شمایید که باید همیشه در چنین شرایطی بمانید. اگرچه نمی توان همیشه در قله ماند. جنگل ها زنده اند و نگهداریشان بر دوش ماست. جنگل ها شش های ارمنستان اند و رودخانه ها شاهرگ آن. این دو تعادل همیشگی میان انسان و طبیعت بودند. این دو افسانه ها، صداها، نجواها و عطر خودشان را دارند. آنها هوای آلوده ای را که ما تولید کرده ایم استنشاق می کنند و به زندگی شهری ما روحی تازه می بخشند. جنگل ها و دریاچه ها به ما کمک می کنند تا تعادل میان شهر و طبیعت را حفظ کنیم. اکثر مردمی که در شهرها زندگی می کنند دید درستی از طبیعت ندارند. تنها راه گفتن از طبیعت نشان دادن آن است. خود را از شلوغی پرسر و صدای شهرها خلاص کنید و به دنیایی تازه قدم بگذارید. دنیایی که در آن می توانید خودتان را کشف کنید. مسیری طولانی برای رسیدن به فرهنگ نیاکانمان پیش رو داریم. آنها با سنگ هنر خلق کردند. ارتباطی بی نظیر با طبیعت. اما ما غرق در تکنولوژی مدرن شده ایم. در گذشته از طبیعت برای پیشرفت علم استفاده می کردیم. کاخها و کلیساها ساختیم. بعضی از این بناها در خشنترین نقاط کشور قرار دارند. در حالی که به این بناها می نگرید، ارتباطی قوی با طبیعت را حس می کنید.
ما میراثی عظیم از نیاکانمان داریم که طبیعت سالها آن را برای من حفظ کرده است. امروزه ما به زندگی در میان کوه‌ها و جنگل‌ها عادت نداریم. آسایش و راحتی بیشتر اولین انتخاب ماست. آسایشی در سایه تمدن و تکنولوژی شهرها. اما نباید از کشف دوباره طبیعت که در پس نقاب شهر نهفته غافل شد. ما در شگفت‌انگیزترین زمان در تاریخ این سیاره زندگی می‌کنیم. نوآوری‌های جدید هر روز به روز می‌شوند، فناوری‌های جدید توسعه می‌یابند و ما به شهرهایمان وابسته‌تر می‌شویم. امروزه زندگی ما دیجیتالی‌تر شده، دوستانمان مجازی شده‌اند و فاصله میان اطلاعات به اندازه فاصله دست تا موس است. بیایید پس از این سفر طولانی به دورترین مناطق کشور ارمنستان به مرکز شهر برگردیم. ما زیبایی حقیقی را در پس شهر یافتیم. برای کمک به مسافران و اینکه بتوانند به خوبی ارمنستان را بگردند، ویدیوی کوتاه از تجربه‌های سفر جاده‌ایمان ساختیم. فیلم راهنمای سفر به ارمنستان بر مبنای یک سفر جاده‌ای 5000 کیلومتری یک ساله است. ماجراجویی ارزشش را دارد.